سرخط خبرها و مهمترین ها 53 تن به اتهام فروش مواد مخدر در ولایت کاپیسا بازداشت شدند نماینده پیشین اگمالاتی قلو اردی 105 در کابل از سوی طالبان بازداشت شده است. لحظه دردناک امشب به مردم افغانستان به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به گزیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید لطفا تا آخر ویدیو با ما باشید خبرگزاری هشت صبح مسئولان محلی حکومت سرپرست طالبان در ولایت کابیسا از بازداشت 53 تن به اتهام فروش مواد مخدر در ولسوالی نجراب این ولایت خبر میدهند صبر اخلاص آمر مبارزه با مواد مخدر طالبان در فرماندهی پلیس ولسوالی نجراب روز سه شنبه هفتم جدی به روزنامه اشت صبح گفت که این افراد در دو ماه گذشته از بخش های مختلف این ولسوالی بازداشت شدند و ای مقدار مواد مخدر به دست آمده از افراد بازداشت شده را مشخص نکرده است او اما گفته که از نزد افراد بازداشت شده جنگ افزارهای مختلف و نو به دست آمده است در همین حال مسئولان محلی طالبان در ولسوالی نجاب ولایت کاپیسا از سهدیاب شدن 27 فرد متاد به مواد مخدر در این ولسوالی خبر می دهد. پیش از این همواره باشندگان ولسوالی نجاب ولایت کاپیسا از فروش مواد مخدر در بخش های مختلف این ولسوالی ابراز نگرانی کرده بودند. نماینده پیشین اکمالاتی قلوردی 205 اتل در کابل سوی طالبان بازداشت شده است. منابع تایید میکنند که توران عبدالبشیر نماینده پیشین یک ملوتی قلو 105 قندهار یک هفته قبل از شهر کابل بازداشت شده از با گفته منابع طالبان پیش از این فرمانده ارتش دوست او را بازداشت کرده بودند و سپس توسط او نماینده اکمالوتی پیشین قول 205 105 را بازداشت کردند. یک منبع به روزنامه 8 صبح گفته است که طالبان از نزد او یک میل تفنگچه مطالبه کردن که برایشان داده شده اما آنان نه تنها این فرمانده ارتش را رها نکرده بلکه خسربرای وی را که هیچ مموریت نداشته است نیز به مدت چند روز زندانی کردند نزدیکان این فرمانده ارتش قبلی میگوید که او چهار کودک دارد و تنها سرپرست خانوادهاش می باشد اعضای خانواده تورن عبدالبشیر تاکید میکنند که مسئولان طالبان به هیچ یک از آنان اجازه ملاقات با وی را نمی دهند. آنان تصریح می که مادر عبدالبشیر حیدری چندین بار مراجعه کرده اما از سوی نیروهای طالبان برایش اجازه ملاقات داده نشده است. این در حال است که آقل جان اوزام، معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان از تامین امنیت و جلوگیری از زورگویی و قانون شکنی خبر داده است. طالبان با تسلط بر کابل اف عمومی اعلام کردند و از همه خواستند که بدون حراس در کشور بمانند. لحظه دردناک امشب به مردم افغانستان اشرف فاسدترین فرد سال شناخته شد. پروژه گزارش دهی جرایم سازمان و فساد داری نام اشرف را در فهرست نهایی فاسدترین افراد سال درج کرد به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه های خبری پروژه گزارجیهی جرایم سازمان یافته و فساد دوری اعلام کرده است که نام محمد اشرفغنی رئیس جمهوری فراری افغانستان وارد فهرست نهایی فاسدترین افراد سال شده است در گزارش این نهاد آمده است که غنی قطعا مستحق این جایزه است زیرا هم در فساد و هم در بیکفایتی سهم داشت در این گزارش تاکید شده بود که وای مردم خود را ترک کرده است و آنان را در بدبختی و مرگ گذاشته است این نهاد برای جایزه سالانه فاسدترین در این شخصت سال علاوه بر اشرف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سباستیان کروز صدر اعظم اتریش و لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس را نیز نامزد کرده است این نهاد یک سازمان گزارش تحقیقی است که در جرایم سازمان یافته و فساد اداری تخصص دارد دروسالوان یکی از بنیانگذاران این پروژه گفته است که اشرفغنی مردم را به بدبختی و مرگ و گذاشت تا بتواند در میان مقامهای فاصل دولت سابق در امارات متحده عربی زندگی کند در گزارش این نهاد آمده است که غنی قطعا مستحق این جایزه است زیرا هم در فساد و هم در بیکفایتی صحیم بود چشم <تصحیح> تمعه به صفره خالی مردم تحلیل و یاداشت خبرگزاری 8 صبح کابل با گذشت هر روز هشدارها از فروپاشی کامل نظام اقتصادی کشور و مرگ و میری میلیونی مردم بیشتر می شود آخرین هشدارها در دو روز گذشته داده شده است رئیس بخش بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است قبل از آن که فروپاشی اقتصادی افغانستان جان انسانهای بیشتر را بگیرد باید اقدام شود به گفته او نشانه های فروپاشی اقتصادی افغانستان آشکار شده و باید از حاد شدن آن جلوگیری شود هویجار دیگر در گزارش شبکه خبری FBS آمریکا آمده است. این شبکه گزارش داده که افغانستان در آستانه قحطی جمعی قرار دارد و میلیون ها شهروند این کشور با گرسنگی ها دست پنجه نرم می کنند بر اساس این گزارش یک میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه شدید مواجه و ممکن است در زمستان از گرسنگی بمیرند پیش از این نیز نهادهای بین المللی از پیامدهای فروپاشی اقتصادی افغانستان هشدار داده بودند در تمام این هشدارها از سوی تغذیه و مرگ میری میلیونی سخن زده شده است در شرایطی که نظام صحی کشور نیست در مرز سقوط قرار دارد و نهادهای دولتی توان رای خدمات را ندارند امکان جلوگیری از فاجعه با گذشت هر روز کمتر می شود حتی امین اکنون نیست برای اقدام دیر شده است در نزدیک به چهار ماه گذشته دامنه فقر به شکل وحشتناک و غیر قابل باور گسترش یافته است مردم در شهرها و روستاها از تعیه نیازهای اولیه و غذای روز و شبشان عاجزند کار نیست چرخه اقتصاد از گردش باز مانده و کمک های جانی قطع شده است حکومت سرپرست طالبان بدون توجه به وضعیت فاجعه بار کنونی شروط جامعه جهانی برای از سرگیری و تداوم کمک هایش را تاکنون نادیده گرفته است آنان نه خود راهکاری برای نجات جان مردم از گرسنگی دارند و نه به ادامه کمک های جهان زمینه و فرصت دادن. این در حال است که مردم این روزها مجبورن نان نداشتنشان را با حکومت سرپرست طالبان تقسیم کنند. در شهرها و روستاها به صورت دوامدار از مردم مالیه عشر و زکات جمعوری می شود. مقدار مالیه و زکات را افراد طالبان تعیین می کنند. صرف نظر از اینکه بازار فعال. شهر نشینان مکلف و پرداخت پول هستند، در بدون توجه به خوشحالی و ناداری حاکم در اطراف، رستایان باید عشق و زکات مورد نظر حکومت های محلی طالبان را نگهداری کند. جمعوری پول زیر نام عشق و زکات از های طالبان قبل از سقوط کابل نزیریان داشت، در آن زمان از طالبان تنها از بخش های تحت تسلطشان اش و زکات می گرفتند، جزئیات این خبر را می توانید در ویدئوی دیگر ببینید از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم